فکر میکردم تو خیابون بمیرم، اما این سرپناه زندگی ما رو نجات داد. بعضی از داشتن یه خونه بدون برق یا لوله کشی آب شکایت میکنن. ما حتی این امکانات رو بیرون از خونه هم نداریم. سال گذشته بیش از 500,000 از ساکنان آمریکا حداقل یک شب بی‌خانمانی را تجربه کردند. در ایالت اورگون 14,000 بی‌خانمان وجود دارد. این آمار بین سالهای 2015 تا سال 2017 6% افزایش یافته است. در اورگون نداشتن سرپناه یه معضل اصلیه. این ایالت بالاترین جمعیت بی‌خانمان را در مقایسه با سایر مناطق دارد. یکی از راه حل‌های این مشکل ساخت روستاهای کوچکی است که خانه‌سازی در آن انجام می‌شود، مثل روستای فرصت در شهر یوجین. در این روستا 30 خانه کوچک ساخته شده که به سیستم برق یا لوله‌کشی مجهز نیستند. این پناهگاه‌ها تا زمانی که افراد بی‌خانمان بتوانند به یک خانه دائمی نقل مکان کنند، نوعی خانه موقتی تلقی می‌شوند. من خیلی چیزامو توی خیابون از دست دادم. 6 تا بچه‌مو توی ایالت کالیفرنیا از دست دادم. ما خودمون رو جوری نگاه می‌کردیم که انگار توی لیست انتظار مرگ. اما وقتی پامون به اینجا رسید همه چیز عوض شد. خیلی عجیب به نظر می‌رسه، چون خونه یکی از چیزایی بود که به ما اهدا شد. قبلا توی خیابون وقتی روز تموم میشد باید بالاخره یه جایی میرفتی، اما مشکل اینجا بود که جایی نداشتیم که بریم. تو آدم ها رو ساعت 5 تو مرکز شهر میدیدی و متاسفم. از آدم ها برمی خرید غذا پول میخواستی و میدیدی که برای رسیدن به خونه چقدر عجله داشتن، ولی تو جایی رو نداری که بریم. توی این روستا یک مرکز سرویس دهی مرکزی وجود داره مثل یک اتاق نشیمن مرکزی. ما اینجا یه بخاری در کنار سیستم کامپیوتر با دسترسی به اینترنت و وای فای تهیه کردیم. تمام آدم‌های این روستای کوچیک میتونن توی این مرکز دور هم جمع بشن. اینجا پشت سر من دو تا حموم که دو تا توالت و رخش و خونه هم داره ساخته شده. من 3 ماه توی این روستا موندم. چون توی لیست انتظار هستم احتمالاً 3 یا 4 ماه دیگه بتونم به یکی از این خونه ها نقل مکان کنم. من فضای زیادی نمیخوام. خونه میتونه هر جایی باشه که توش احساس راحتی داشته باشی. من بیشتر از این نمیخوام. اندرو مسئول این پروژه میداند این خانه ها امکانات چندانی ندارند. بنابراین در روستای امرالد ساخت 22 خانه موقتی جدید آغاز شد. وقتی ما قابلیت شروع پروژه جدیدمون رو پیدا کردیم، نگاه کردیم تا ببینیم چطور میتونیم مدل‌های بعدی این خونه‌ها رو بهبود بدیم. این خونه‌ها حموم، آشپزخونه کوچیک، اتاق خواب و نشیمن دارن و مجهز به لوله‌کشی هستن. قیمت این خونه‌ها 250 تا 350 دلار در ماهه که بستگی به ابعاد خونه داره. خب، به کلبه درویشی من خوش اومدید. من همیشه می‌خواستم اینو بگم. اینجا اتاق نشیمنمه با همه زمانمش. من کتاب زیاد میخونم یا بیرون میرم، بنابراین تلویزیون ندارم. این مبل راحتیمه، اینم میز نهار خوریمه که اینجوری باز میشه. هر موقع میبینی بیخانمانی یا بیکاری زیاد شده حتما یه دلیلی داره. مثلا اجاره خونه ها بالا رفته اما درآمد روش نکرده. خب من میخوام از این دنیا سبقت بگیرم و یه جوری بسازمش که اگر کسی 40 ساعت تو هفته کار میکنه بتونه خونه بگیره. چون این مهمترین چیزه. تصورشو بکن، این تمام چیزیه که میخوام و قضا برای فکر کردن. همین.